دوز آمده خانه ما، دوز آمده، کمک، کمک، دوز آمده، کمک. خب چرا گرم اگر میکنی دیگه، خب دوز آمده دیگه، خب قیامت که نشده، خب بزن بکشش دیگه. حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شیوه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز می کشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فینلاندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است. تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا، بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود، ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب. نو استاپ پیا چی میگی تو؟ نه. حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فینلاندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند. باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم بر رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگه مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردند و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگه ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما میسازد، بیسازه، اگر نمیسازه، ما دیگه برگردنی به عقب نیست. طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند. ما کامنت ها را میخوانم، تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستند و اونا ما را تشویق میکنند که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتوانیم نقد و طنز بسازیم. در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروهی از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمی شمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تاکسی میراند. با باوری حفیظ افضلی، حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد. قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتوانه انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتوانه مؤثر باشه و میتوانه تاثیر خود داشته باشه. شما برای بیننده ما می آخرین غزل خداحافظی تان را بخوانین که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم. کدام بخوانیم؟ خدا همو بخوانیم. خداحافظی را. آره همو بخوانیم. بخوانیم. خب. یک دو سه.